دامنه یعنی ایکس های مجاز. خب میگردی تو گزینه ها اختلاف میندازی. خب مثلا نگاه کن، چه میدونم، خوب دقت کن، از یه منفی تا یه مثبت، از یه منفی تا یه مثبت، از مثبت تا مثبت، از یه منفی تا مثبت. اونایی که از یه منفی شروع میشن تا یه مثبت صفر رو تجربه میکنن. ببین صفر مجازه، صفر رو بنداز، اوکی، صفر میکنه، میشه لوگاریتم 1/6 در مبنای 6 میشه -1. خب صفر عدد خوبیه. گزینه 3 به جرم نداشتن عدد خوب صفر میره کنار. ببین دامنه اینجوریه دیگه. حالا اینا رو نمیخوایم درس بریم، فقط صرفا میخوام یه خورده تکنیکاشو ببینید که آقا مثلا چه سوالاتی رو میشد جواب بدید. بعد بین این گزینه‌ها دوباره میومد اختلاف مینداختیم، مثلا میگفتی آقا این تا 9 رفته، این تا 9 رفته، این تا 4 رفته، این 4 رو نداره ولی اینا دارن. 4 رو بنداز میشد 2، با 6 میشد 8، 8 منهای 4 میشد 1/4. لوگاریتم 1/4 در مبنای 6 هم قابل محاسبه است، 4 رو باید داشته باشیم، درسته؟ اینی که 4 رو نداره اشتباهه. بعد دوباره بین اینا مثلا اختلاف مینداختی، مثلا این -4 رو نداره، این -4 رو داره، بنداز اینجا میشه رادیکال 4، چون قدر مطلق داره میشه 2، 8، 8 منهای 4 اوکیه، پس -4 عدد خوبیه. حل اینجوریه. یعنی یه سری از سوالات هم شما صرفا باید با تکنیک حل میکردی. بچه ها راجب 12، ببین راجب 12 و پایه راجب تابش، یه چیزی که میخوام خیلی روش امسال دقت کنید اینه که انتقال توابع رو خیلی طراحا دوست دارن. یعنی ببین هم تو پایه خیلی بهش توجه شده، هم تو تمام مسائل میشه ازش استفاده کرد. ببین مثلا به طور مثال سوال داده بودن تو رشته تجربی، گفته بودن آلفا و بتا ریشه های معادله فلان هستن. خب گفته بود کدام یک از معادله های زیر ریشاش اینه. خب اینو باور کن، من حل تمام معلم ها رو دیدم، هیچ کدوم از انتقال حل نکردن. ایشالله رسیدید به انتقال، کار کردید، تابه رو تموم شد انتقالتون، بگید آقا اون سوال تجربیه رو واسه ما از انتقال حل کن، اون موقع لذت بیشتری میبرید. الان چون اطلاعاتی راجبش نداری شاید سخته باشه. بگذاریم آقا بریم جلوتر. سوال اشتباه، جوابش تو گزینه ها نبوده، مثلا محاسبه رو نگاه کن، شمای شکل رو نگاه کن، میبینی؟ فقط میخوام قیافش رو یه نگاهی بندازی صرفا. ببین مثلا یه سوالی مثل سوال 124، ببین دید هندسی واسه شون خیلی مهمه، دید نموداری خیلی واسه شون مهمه. اصلا ما خیلی ها یه فصلی کار میکنن قبل از اینکه اصلا دوازدهمش شروع شه به اسم نمودارشناسی. درجه 3 یا لوره یا لوره برعکسه یا اینه یا زده، حالا برعکس اینه. خب گفته بود در نقاط اکسترموم یعنی ماکسیموم های اینا اینطوری همچین نقاطی، گفته بوده چند تا پاره خط موازی میشد رسم کرد، یه دونه میشد رسم کرد. یعنی فقط دیده هندسی داشته باشی به این سواله میتونستی حلش کنی. ببین فقط این چیزایی که میگم و به عنوان توصیه ببینید، درس نیست. آقا چی یاد گرفتم؟ از گزینه ها استفاده کنم. چی یاد گرفتم؟ محاسبمو قوی کنم. چی یاد گرفتم؟ اینکه انتقال خیلی مهمه. حل سرتون بالا باشه. بعد سوال نگاه کن، اصلا همین سوال 125 رو نگاه کن، گفته ارزش راجع به آمار احتمالتونه دیگه، گفته ارزش پی آنگاه کیو اجتماع با آر درست است، احتمال اینکه ارزش گزاره آر نادرست باشد کدام است. یعنی یه مفهومی که خود بررسی کردنش هم همچین ساده نیست قاطی کرده با چی؟ احتمال. میدونی؟ یعنی تا جایی که تونسته هی داره چنگ میزنه مبحثا رو به هم دیگه، یعنی قشنگ داره بهت میگه ببین یه مبحث رو نخونی قشنگ میری قاطی با قالیا. خوب دقت کن، بیا سوال رو نگاه، اصلا عددا رو نگاه کن، میبینی طولانی بودنش رو میبینی؟ بفهم، باور کن یکی از سوالات، ببین نظری اعداد که تو گسست است خیلی ها میگن نمیشه حل کرد، ولی واقعا یکی از سوالاتی که میتونستید توی مثلا کل ریاضیات حل کنید همین نظریه اعدادش بود. یکی از سوالات دیگهش گرافش بود، مربع لاتینش بود. خب آها میخوام به یه چیزی برسم، اینا که هندسه 12، این سوال 149 رو ببینید بچه ها، نگاه کنید سوال 149 رو.
ترتیب برگزاری کنکور سراسری هر سال به این شکله. اول کنکور هنر برگزار میشه، بعد کنکور رشته ریاضی و انسانی برگزار میشه تو روز بعدش، بعدش کنکور تجربی برگزار میشه، بعدش هم کنکور زبان برگزار میشه. کنکور هنر 1400 همین سوالو داده بودن، فرداش تو ریاضی اومد. ببین خیلی ها میگن که آقا هنر مثلا چه ربطی داره به رشته ریاضی؟ بچه های رشته هنر چون باید دید هندسی خیلی قوی داشته باشن، خب سوالای هندسی هم که بهشون میدن اغلب در لول شما هست، یعنی در لول کنکور شما هستش. یه کاری کن، امسال که داری هندسه پایتو میخونی، لابلاش کنکور 98-99-1400 رشته هنر رو سوالات هندسهش هم نگاه کن. این دقیقا سوال کنکور 1400 بود که دیروزش، یعنی قبل از کنکور رشته ریاضی اینو داده بودن تو هنر 1400. خب یه سری از سوال مثل سوال 150 که تو مثلا هندسه، ببین حجم فرمول هایی که شما توی هندسه پایه حفظ میکنی بر عهده خودته، این با یه فرمول ساده حل میشد. واقعا اگه فرمولشو مثلا از اثبات های کتاب درسی هم هست، واقعا اگر فرمولشو بلد نبودی کارت زار بود سر جلسه. بفهم سوالات دایره بعد هم اینجا تمام میشه، بعدش میره تو کنکور ریاضی خارج از کشور. خارج از کشور بدتر از داخل کشور، معادله رو نگاه کن میبینی؟ الان به نظرت این بررسی کردنه یه خوفی رو بهت داد دیگه، درسته؟ این همون چک اول بازیه که میگن آقا اون چک رو اول بخور، خب بدون چی در انتظارته، همینجوری سرتو ننداز پایین مست بیا جلو یا کنکور 1401 رو بذارن جلو بگی اه همچین چیزهایی که هیچکس به ما نگفت اینجوری میاد اونجوری میاد. خب الان دارم بهت میگم، ببین یه چیزی رو برادرانه بهتون توصیه میکنم بچه ها، یه چیزی که خیلی مهمه، تمام درساتون رو هم لول ببرید بالا. ببین اگر کنکور ریاضی 1400 انقدر سخت بود، خب یه کسی یه خورد آرامشش رو حفظ میکرد، هلوهوش مثلا 6 تا 10 تا رو میزد، بعد میرفت فیزیک و شیمیش هم که در لول ریاضیش بوده رو حتی 30% میزد، امسال رتبهش میشد زیر 1500. میدونی چی میگم؟ یعنی تو باید مثل اینه که تو یه سری ابزار داری تو کوله پشتیت، میخوای بری مثلا یه تورنمنتی رو شرکت کنی، ممکنه یه سری از ابزارات به دردت نخورن یا مثلا یه سری از ابزارات خیلی سخت باشه استفاده ازشون، ولی خوبیش اینه که تو تمام ابزارهای لازم رو ورداشتی با خودت. یعنی تو الان اگر میخوای بخونی امسال، یادتون باشه بچه، حالا من که چیزی بلد نیستم، چیزی هم که شنیدیم از استادامونه تو مشاوره که باهاشون صحبت میکنیم، ببین رشته ریاضی، ادبیات، دینی، شیمی خیلی رتبه ساز، اینا رو از مشاوراتون بپرسید. خب این درس‌ها رو خیلی جدی بگیرید، در کنار اینکه ریاضی رو خیلی میخوای غرقش بشی که مثلا بری بشی پدیده کنکور 1401، فیزیک و شیمی و عمومیات رو خیلی جدی بگیرید. من معلم ریاضی ام، معلم حل تستتونم، شاید خیلی از مسئولیتایی که معلم درس داشته باشه رو بر عهده من نباشه، خب ولی این حرفی که دارم بهتون میزنم رو جدی بگیرید بچه ها. همه درساتون رو همزمان پیش ببرید، یعنی تا زمانی که فیزیک و شیمی و ریاضیت همشون سی نشده نرو فیزیک تو بکن 70. میفهمی چی میگم؟ وقتتون رو قشنگ موازی هم پیش ببرید. بریم جلو. آها ببین، من دوست نداشتم راجع به کنکور 1400 بهتون چیز ارائه بدم، بهتون مثلا بودجه بندی ارائه بدم. چرا این کار رو نکردم؟ دقیقا به خاطر همون منطقی که اول کلاس بهتون گفتم. کنکور جوری شده که میگه آقا من به هیچ بودجه بندی پایبند نیستم، ولی کنکور 98 و 99 رو براتون آوردم اینجا به تفکیک مبحث، که مثلا میخوای درساتو بخونی بگو آقا کنکور 1400 یه خورده مثلا فلان بود فلان بود، ولی اگر برگرده به روند منطقی ترش که بر نمیگرده، کنکور یه سیری داره. کنکور 98 یه خورده آسون بود به خاطر اینکه اولین کنکورش بود. کنکور 1402 هم عجیب میشه. چرا؟ چون از 1402 به بعد میخوان عمومی ها رو حذف کنن بشه فقط اختصاصی. خب داستان از این قراره، اگر برگرده به روند منطقیش یه همچین بودجه بندی دارید شما، بهش دقت کنید. من جای شما باشم اول کار که میخوام آقا چه چیزایی واسه من بولد باشه،
معادله نامعادله رو خیلی بهش دقت میکنم، تاب مثلثات، حد و پیوستگی، مشتق، تالس و تشابه مخصوصا تو هندسه یک، چنزلیه حالا کمتر، دایره ها و روابط طولی در مثلث به اضافه کل هندسه 12. اینا مباحثیه که شما بیشتر میتونی ازش نتیجه بگیری و خیالمون راحته که تعداد سوالای بیشتری ازش داده میشه. خب بچه ها سوالی هست؟ بچه های آنلاین، بچه های حضوری سوالی هست؟ بفرمایید. ببین پارسال هم اصلا 99 رو هم اگر شنیده باشی 99 هم سخت بود. خب این حرفی که الان میخوام بزنم خیلی باب بود قبل از کنکور 1400، میگفتن نه به آسونی 98 نه به سختی 99، دقیقا شد سخت‌ترین کنکور قرن. ببینی چیه؟ هیچ دیفالتی. ببین نه مشاوره و معلمای خودتو بدنام کن، بد مثلا چیز کن، دیده بد راجع بهشون داشته باشه، آقا چرا فلان مشاور یا فلان معلم نمیتونه به من بگه 1401 چی میشه. خب من هیچ حرفی نزدم بهت، صرفا اومدم گفتم کنکور 98 این بوده، 99 این بوده، 1400 هم این بوده. این دیگه تویی در چه حد خودتو آماده میکنی. خب بریم سر وقت ادامه کارمون. جزوه که در جلو روتون قرار گرفته جزوه فصل صفر. ببین من پارسال راجبه بچهای کلاس تست بهشون تکلیف نمیدادیم، بعد راستشو بخواید فکر میکردن دیگه آره دیگه مثلا ما کلاس درسمون بسته، کلاس تست مثلا زیاد بهش توجه نکنیم. امسال بهتون تکلیف هم میدیم. خب راستشو بخواید اصلا این که این همه عایشه عبازی با هم دیگه صحبت داشتیم، این که این همه ما امسال داریم راجع به ریاضیاتتون کلاس اضافه میذاریم، کلاس حل تست میذاریم، اینه که کنکور سخت شده. خب این که کلاسمون الکی برگزار نمیکنیم که، نمیدیم دوره هم خوش گذرونی که. فصل صفر رو جلدشو بخونید قبل از اینکه اصلا شروع کنید. جزوه فصل صفر بخونید. بچه‌ها این چجوری بزرگ میشه؟ اینجوری میشه؟ خب بچه های آنلاین هم بی‌زحمت جزوهاتون رو بردارید بخونید. ببین یه کاری امروز میخوام واسط بکنم، شاید یکی از مفیدترین کارهایی باشه که من توی مثلا چند سال اخیر انجام دادم. امسال بنا به کنکور فایلشو بگید براتون ارسال کنن، فایلشو بگید، حالا منم بهشون میگم که ارسال کنم براتون. ببین بچه ها بنا به اینکه کنکور 1400 اینطوری شد، من خیلی هی تو زنم بود هر سال مثلا وسط سال دانش آموز برمیگشت میگفت آقا یه تکنیک پیدا کردم فلان فلان معلم میگه، نمیدونم یه تکنیک محاسباتی پیدا کردم، بعد میدیدم دانش آموز محاسباتش میلنگه. یه جزوه آماده کردم تحت عنوان فصل صفر. ببین فصل صفر خب دقیقا همون حرفی که اونجا نوشتمه، آموزش مهارت‌های ریاضی و خلاقیت در حل مسئله است. درسته که من نمیتونم همه ی آنچه که باید بلد باشید رو خلاصه کنم توی جزوه، ولی اون چیزایی که تیتروار از همشون مهمتر هستن رو به عنوان خلاقیت در ریاضی و محاسبات که شما تو هر سه تا درس ریاضی و فیزیک و شیمی میتونی ازش استفاده کنی براتون آوردم. خب صفحه اول ببین یه خورده تحمل کن به جایی جذابش هم میرسی. ما دو زنگ با هم دیگه داریم دیگه، درسته؟ خب آقا از بیس میخوایم شروع کنیم. اولویت اعمال ریاضی. ببین اول باید پرانتز رو در نظر بگیری، بعد توان و بعد ضرب و تقسیم و بعد جمع و تفریق. خیلی چیز بدیهیه، مثلا خدایی نکرده بین شما کسی نباشه که حاصل این رو بگه یک منهای 3 میشه منفی 2، ضرب در 2 میشه منفی 4، به علاوه 5 میشه مثبت 1. آقا اولویت داره اعمال ریاضی. 3 ضرب در 2 میشه 6 با 5 منهای 1، نه این منفی 6 دیگه، درسته؟ منفی 6 با 1 میشه منفی 5 با مثبت 0. حل این شد اولویت اعمال ریاضی. اشارهای مهم بچه‌ها، ما تو آمار و احتمال توی مخصوصا شیمی و فیزیک و تو ریاضی تو سوالات سختش اگر بخوان اذیتتون کنن یه سری کسرایی میدن بهتون که حتما باید حفظ باشی، حتما. یعنی ننوشتم حفظی، ولی باید حفظ کنی اینا رو.
آقا یک دوم که بلدی، نیمه یک سوم که بلدی، سه دور گردش سه میشه یک چهارم 25 صدومه. ببین مثلا یک دوم، یک چهارم، یک پنجم، یک هشتم با یک شونزدهم با سه چهارم، اینا تو لوگاریتم کاربرد خیلی زیادی دارن. خب ولی ببین مثلا هنر نیستش که تو بگی یک دوم میشه نیم، که مثلا شاخ قولو نگه مثلا نشکستی. که هنر اینه که تو بدونی یک هفتم میشه 14 صدم، مثلا بدونی یک ششم میشه 166 هزارم. هنر اینه. تفاوت تو با دانش آموزی که محاسبات کار نمیکنه دقیقا همین چیزیه که برات نوشتم. بریم راجع به کسرهای متناوب. ببین کسرهای متناوب بنا به اینکه خیلی قیافشون قشنگه، خیلی طراحای کنکور بهش علاقه نشون میدن. عدد 1/9 میشه 0.1111 الی آخر، یک دوره گردش. خب حالا کانوهم چی میشه بچه ها؟ کانوهم میشه کا ضرب در 1/9، درسته؟ یعنی این حاصل رو کا برابر کن، خب میشه 0.1 کا الی آخر، درسته؟ حالا این سوال حل کنید؟ نه وایسید، حالا زوده یکم. بریم قسمت بعدی. یه عدد دو رقمی تقسیم بر 99 میشه 0.1، اون عدد دو رقمی هی تکرار میشه. الان مثلا 23.99 میشه 0.2323 الی آخر. می‌بینی اینا نکاتیه که سرعتتو بیشتر میکنه. الان این دوتا مثال خودتون حل کنید، دست به قلم شید. زنگیتون تو کیه؟ خب ببین بچه ها چند تاتون به جواب رسیدید؟ خب شما رسیدید. خب ببین اولا که دست به قلم شد، ریاضی زحمت داره. اصلا ریاضی از واژه عربی ریاضت کشیدن داره، ریاضی ورزش هم البته میشه. ببین 8:33 من همواره دنبال اینم که هر چیزی که میبینم رو نزدیک کنم به اون چیزهایی که بلد هستم. من بلد بودم، شریفی یادم داد گفتش اگر مخرجش 99 بشه یه عدد دو رقمی بالاش بشه میشه 0.1، اون عدد دو رقمی تکرار میشه. الان شما صورت و مخرج تو ضرب در 3 کن میشه 24.99. خب 24.99 یه عدد دو رقمی تقسیم بر 99 که میشه 0.2424 الی آخر. متوجه شدی؟ بچه های آنلاین متوجه شدید؟ اوکیه؟ آفرین، مخرجش 99 بشه. حالا یه موقع مستقیم باید ضرب در مثلا 3 کنی، ضرب در یه چیزی کنی بشه 99، یه موقع یه خورده اذیتت میکنه. مثلا نگاه کن 35 55، من میگم که خب مثلا هیچ اثری از 99 نمیبینم، ولی تو مخرجش اگر دقت کنی یه 11 داری، درسته؟ حالا تو ضربهای مهم میپردازیم به عاملها. ببین اول میام صورت و مخرج رو تقسیم بر 7 تقسیم بر 5 میکنم، صورتت میشه 7، مخرجت میشه 11. حالا 11ی که داری تو رو میتونه برسونه به 99. صورت و مخرج رو ضرب در 9 کن میشه 63.99 میشه 0.6363 الی آخر. حل بچه‌ها؟ کیان عجله نکن، کاربردش رو میبینی، کاربردش رو زمانی میبینی که این فصل صفر تموم شه. و گفتم هم دیگه، گفتم یه خورده صبوری کنید به جای جذابش هم میرسی آسته آسته. خب آقا ضربهای مهم، ببین یه چند تا عددی هستن که شما وقتی قیافش رو نگاه میکنی زیاد تو رو یاد مثلا عامل خاصی نمیندازه، ولی از اعداد معروفی هستن که تو کنکور سراسری مطرح شده، تو کتاب درسی مطرح شده سرت بالا. الان نگاه کن اون اعداد مهمی که میخوام بهت بگم 91، 1001، 999، 111، اینا رو عاملاشونو بلد باش.
اینا از اعداد مهم کنکور سراسری هست. 91 میشه 7 تا 13 تا، 1001 میشه 7 ضرب در 13 ضرب در 11 الاخر. حالا بچه ها خب آهنگ تغییر کنکور 98 ببین، نوشتم به تعداد ارقام، به تعداد ارقام اشعار دقت کنید. ببین دانش آموز از کنکور 98 اومد، گفتیم که آقا مثلا فلان تست آهنگ تغییر که توی مثلا انتهای مشتق میخونی رو حل کردی؟ گفت آره. نمیدونم شکلش رو کشیدم، گفتم خب، گفت مثلا ضابطش رو به دست آوردم، گفتم باریکلا، مشتق گرفتم، تفاضل گرفتم، گفتم خب رسیدم به جواب 3700 منهای 12، گفتم خب جوابتو چه گزینه ای زدی؟ جواب اینو فکر کن چی زده بود؟ 3500. ببین اشتباهات رایج رو هم وسط لابلاش آوردم. آقا وقتی میخوای یه سری اعمال ریاضی جمع و تفاضل اینا رو انجام بدی، تعداد اعشارش باید برابر باشه. الان 3700 منهای 12 نکن وقتی میبینی کوری نمیتونی مثلا تشخیص بدی که مثلا این 20 این 20 3700 منهای 20 میشه 17. یا مثلا میخوای این کسره رو به دست بیاری، میگم نگاه کن آقا این 10 صورت و مخرج رو ضرب در 100 میکنم میشه چی؟ حالا هرچی 1/24 میشه 10/24. خب مفهوم درصد، ببین تازه صفحه اول با اینکه مطالب خیلی مهمی داشت فعلا بچه بازی، حالا وایسا به جای جذابش میرسیم. مفهوم درصد، ببین شما یه موضوعی داشتید در الگو دنباله که میگفتید آقا نرخ رشد و زوال. این نرخ رشد و زوال همون مسائلی هستن که میگفتش یه باکتری داریم هر روز نصف میشه، یا مسائل نیمه عمر شیمیتون. خیلی جالبه بهتون بگم نرخ رشد و زوالی که توی الگو دنباله وجود داره که بر مبنای الگوی هندسی هستش، خب مبحثیه که هم بچهای رشته ریاضی دارن، هم بچهای رشته تجربی دارن، هم بچهای رشته انسانی دارن. من یه شاگردی داشتم کنکور داد، بعد الان داره دندونپزشکی کانادا میخونه، بعد راجع به امتحان ریاضیش مشکل داشت، گفت آقا بیا مثلا با من کار کن من بتونم. گفتم مباحثشو نمیدونم، گفت بیا من جزوه رو بهتون نشون میدم. آقا ما اینو رفتیم سر کلاسش، یعنی رفتیم خونهشون، دیدیم دقیقاً کل مثلا ریاضیاتشون حول همین نرخ رشد و زواله که آقا مثلا سود بانکی فلان بعد از اینقدر سال چقدر میشه، یا اینقدر مثلا میخوایم برسه چقدر بذاریم، مثلا هولوش اینطوریه. ببین نرخ رشد و زوال میگفت آی ان میشه آی صفر، چرا پاک میکنه، ضرب داره 1 به علاوه آر به توان تی، یا بهتر بگیم آی تی مساویه با آی صفر ضرب داره 1 به علاوه آر به توان تی. به آر میگفتیم ضریب رشد خب یا زوال. الان میگه 20% زیاد میشود، میخوام ببینیم ضرب داره چه چیزی باید بکنیم. مثلا میگه آقا چه میدونم 2 کیلو باقالی داری، بعد 20% باقالیای تو رو اعظم خانم آورده گفته تو هم پاک کن. خب میبینیم آقا مثلا باقالیای من میخوای ببینی چقدر شده، میگه آقا همون مقدار اولیه من خب ضرب داره 1 به علاوه 20% زیاد شده، مثبت 20%. حالا که میشه چقدر؟ یعنی اگر 20% یه پارامتری زیاد بشه ضرب داره 1.2 میشه، اگر 20% کم بشه چی؟ باید شما آصف رو ضرب کنی در 1 منهای با علامت قرار بده زوال کم شدنه 1 منهای 20 که ضرب داره 0.8 میشه. تمرین کتاب درسی بوده، 1/5 ارزش خود را از دست میدهد، ضرب داره چی میشه؟ ضرب داره 1 منهای 1/5 میشه که میشه ضرب داره 4/5. اینم که دیگه بچه بازیه دیگه، گفتم آقا حواست به منفی پشت عبارت باشه، این اشتباهات رایج بچه های کنکوری. خب کسی تو صفحه اول سوالی داره؟ ببین این مثل همون ابزار است، من بلدم اگر 99 باشه فلان اتفاق میفته، اگر نبود یه خاک دیگه میریزم سر. متوجه شدی؟ خب کم کم بازی شروع میشه. آقا این دو تا مثالی که تو توان ها و رادیکال ها نوشتم رو حل کن.
انصافا میام چک میکنم، میخوام ببینم چند نفرتون به جواب میرسید جفتشو، یعنی یه دونه‌ش هم به جواب برسید قبول نیستا، جفتشو میخوام ببینم کدومتون به جواب میرسید. بله بله، نه نه عدد، دو رادیکال، سه رادیکال، چهار رادیکال، پنج. میبینی؟ دهم ها، محاسبات جبری ها. خب سر بالا، خوب دقت کن. اینو دیدم دانش آموزا بعضی هاشو می‌نویسن 2 به توان 6. آقا جان حواست باشه اون 2 به توان 2 پرانتز به توان 3 که توانا در هم ضرب میشه، این 2 به توان 3 که میشه 8 میشه 2 به توان 8 که میشه 256. باریکلا. بریم پایین سر، راجع به این یکی میخوام حرف بزنم، فرجه مشترک گرفتن. ببین فرجه مشترک گرفتن کاری ندارم که الان یه خورده سختتونه بخوام توضیح بدم و فلان و اینا، فقط حواست باشه اینو برو اصلا خونه روش فکر کن. هر عددی بخواد بیاد داخل رادیکال به توان فرجه میرسه، این میشه 2 به توان 2 ضرب در 3 تا فلان. حالا این 2 به توان 2 ضرب در 3 این قلفتی میخواد بره تو بعدی، کلا به توان 2 هی میره داخل. راجع به اتحادها ببین، من فقط یه اشاره ای کردم که بهت بگم ببین اتحادها تو جای، ببین هر کسی تو مباحث پایه‌ای رسم نمودارها، قدر مطلقها، تابعها، اتحادها، هر چقدر مسلط تر باشی تو تمام مباحث ریاضی راحت تری. الان نگاه کن اتحاد دو مربع دو جمله‌ای رو برات نوشتم، چه جمعش و چه تفاضلش، و گفتم این میشه دیگه همتون بلدین انشالله. جمع کردم با هم شده این، تفاضل گرفتم شده 4 تا آی ضرب در بی. بعد یه مثال نوشتم، خب مثال رو نگاه کن، مثلثات سینوس 15 کوسینوس 15، خب ولی اگر نگاه کنی یه دانش آموز نهمی هم میتونه حلش کنه. چرا؟ الان خوب دقت کن، خودت نگاه کن ببین به جواب میرسید. بچه‌ها یه چیزی هم میگم، یه گوشه‌ای برات خودتون بنویسید رسیدید به فصل مثلثات. تمام نسبت‌های قشنگ گوش کن، تمام نسبت‌های مثلثاتی 15 درجه رو باید حفظ باشید. تمام نسبت‌های مثلثاتی 15 درجه و 22.5 درجه رو باید حفظ بشید. یعنی کنکور و سنجش داره به ما میگه نسبت‌های 15 درجه رو و 22.5 درجه رو باید تو مثلثات حفظ باشید، که برای تانجانتش یه تکنیک داریم، برای سینوس و کوسینوسش هم یه فرمول داریم که انشالله هر وقت رسیدید دبیرتون بهتون میگن. خب آقا نگاه کن سر بالا، ببین آیه به علاوه بی به توان 2 به اضافه آیه منهای بی به توان 2، طبق فرمولی که اینجا نوشتیم میشه 2 آ 2 به اضافه 2 بی 2، پس میشه 2 تا سینوس 2 به اضافه 2 تا کوسینوس 2. از یه 2 فاکتور بگیر، میشه سینوس 2 به اضافه کوسینوس 2 که میشه 1، 2 تا 1 میشه 2 تا. مخرج چیه حالا؟ مخرجتو نگاه کن، مخرجتو نگاه کن، مخرجت آیه به اضافه بی به توان 2 منهای آیه منهای بی به توان 2 که میشه 4 تا آیه ضرب در بی، میشه 4 تا تانژانت 40 درجه در کوتانژانت 40 درجه که میشه 4، صورت 2 بود مخرج 4 میشه 2 چهارم 1 دوم. متوجه شدید؟ یعنی خیلی اوقات اصلا مسائل شما هیچ ربطی ندارن به دیتای ارزم به حضورت مثلثاتی شما. خب خوب دقت کن، موضوع بعدی که میخوام بلد باشی کاربرد اتحاد مزدوج خب در ضربه. اولا که یادت باشه یه دانش آموز حرفه‌ای در هر مبحثی، در هر جای کتاب درسی، در هر تستی، هر وقت تفاضل توان زوج دیدی یاد اتحاد مزدوج بیفت. یعنی آب توان 2 منهای بی به توان 4 دیدم یاد اتحاد مزدوج میفتم، آب توان 4 منهای بی به توان 8 دیدم یاد اتحاد مزدوج میفتم. بعد نوشتم اینجا مثلا اینو محاسبه کنم میشه 20 به علاوه 3
ضرب در 20 منهای 3. خب این اتحاد مزدوج دیگه، درسته؟ بله. خب چی میشه؟ میشه اولی به توان دو، یعنی 400 400 منهای 9. خب 400 منهای 9 چی میشه؟ حواست هست الان چی کار کردی؟ 23 رو ضرب در 17 رو ذهنی حساب کردی، متوجه شدی؟ از همینجا یه نکته‌ای برات درآوردم. اتحاد مزدوج کاربرد در ضرب وسطش رو بگیر. یعنی چی؟ اعدادی که شما وسطشون رو بلدید تو حاصل ضربشون میتونی از اتحاد مزدوج بنویسی. ببین مثلا الان تو میخوای 38 ضرب در 42 رو حساب کنی، وسطش میشه 40، درسته؟ من 38 رو مینویسم 40 منهای 2، 42 رو مینویسم 40 به علاوه 2. خب این اتحاد مزدوجه دیگه، میشه اولی به توان 2، یعنی 1600 منهای 4 که میشه 1590. و انصافا حال کردی؟ اینو دیگه ذهنی حساب میکنی، 38 ضرب در 42 رو ذهنی حساب کردی. بدتر از اون 1.8 ضرب در 2.2، آفرین، 2 منهای 2.2 ضرب در 2 به علاوه 2.2 که میشه 4 منهای، ای گفتی 400، 14 نگی ها. ببین 2.2 به توان 2 برسه، چون 2.2 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 2، میشه 4 منهای 400 که میشه 3.96. انصافا میتونست اینو ذهنی بگی؟ نه دیگه. حله، هر چی لازم داری بنویس. خب هوش ریاضی یعنی چی؟ ببین هوش ریاضی، منطق ریاضی، یعنی چیزی که همه بلدن ولی نمیدونن کجا استفادهش کنن. خوب دقت کن به این حرفی که میزنم. من اون موقعی که المپیاد بودم یه رفیقی داشتم، شروین خلفی، یه رفیق دیگه هم داشتم، امیرحسین بوریلی. اینا جفتشون الان کانادا هن، جفتشون هم طلا گرفتن توی فیزیک، بعد نقره جهانی هم گرفتن جفتشون. خوب دقت کن به این حرفی که میزنن. مثلا ما گاهی اوقات سر کلاس یه تکنیکی رو معلم میگفت یا یه مطلبی رو معلم میگفت، بعد خب ما هم بچه المپیادی بودیم، ما هم به ذهنمون میرسید چی کار کنیم. ولی واسه من دیدگاهی که امیر حسین داشت خیلی جالب بود، که گاهی اوقات مثلا یادم اون موقع که آقای میر معلم فیزیکشون بود، معلم المپیاد فیزیکشون بود، اینجوری میکرد، میگفت گاهی اوقات امیر حسین مثلا یه مبحث دینامیکی رو که هیچ ربطی مثلا به ارزم به حضورت سینماتیک نداره تو اون تیکه از سینماتیک حل میکنه. یادتون باشه ما خیلی از تستا رو از همدیگه حل میکنیم، یعنی اگر یه خورده توانایی تو ریاضی بره بالا میتونی یه سری از مباحث رو با مباحث دیگه حل کنی، مثلا هندسه پایه رو از هندسه مختصاتی حل کنی. الان نگاه کن یه چیزی نوشتم تو شما تو فصل فکر کنم اول فیزیک دهمتونه که میخونید فیزیک و اندازه‌گیری، درسته؟ خب تو اونجا میخونید که آقا واحد چیه، مثلا عرضم به حضور نماد علمی چیه، چیزای دیگه چیه. تست هندسه سراسری 94 داده بود، گفته بود من یه مربعی دارم به ضلع آ، قشنگ گوش کن، سرت بالا باشه، تختر نگاه کن، گفته بود من یه مربعی دارم به ضلع آ، اومدم یه کلا بوغی ساختم ازش، بعد حالا به یه طریقی اومدم یه کلایی ازش ساختم، گفته اون اچه بر اساس آ چی میشه. تست هندسه سراسری 94 این مملکت، همونطور که مستحضر هستید کنکور 94 هندسهش از اون سختای تاریخ کنکور بوده. اینم سوال خیلی سختی بوده، یه خورده بهش نگاه کنید. به نظرتون جواب چه گزینه ای میشه؟ اصلا هیچ دیتایی نداریم. مثلا من ببین سوال کامل بوده ولی من دوست دارم همینجوری ناقص بگم آقا از یه مربع به ضلع آ یه کلابوقی ساختیم به ارتفاع اچ، بعد گفته که اون اچ رو خب بر اساس آ به من بگو. نه میگه اون اومدی آقا یه جوری چرخوندیم با استفاده از اون یه کارایی کردیم کلابوقی رو ساختیم. خوب دقت کن این حرفی که میزنم. ببین
وقتی که یه پارچه مادرت بهت میده میگه آقا مثلا ما میخوایم با این خب یه شلواری بدوزیم، بعد میگه که خب این شلواره مثلا 5 متره، مثلا این پارچه 5 متره، مثال ها من که نمیدونم، این مثلا پارچه 5 متره، بعد میای تو از اون یه دونه مثلا شلوار میدوزی، بعد این شلواره رو که میدوزی قبول داری هر پارامتری که براش به دست بیاد، عرضش، طولش، همه چیزش بر اساس همون متره، قبول دارید اینو؟ حالا بررسی واحدها در گزینه ها یعنی همین، یعنی که شما دقت کن، فرض کن که این مربعی که داده به من واحدش همون آ باشه، چی شده؟ من نمی‌بینم. نه 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 کیانا، خب فرض کنید واحد ضلع مربع همون آ باشه، قبول دارید وقتی من اومدم از اون اینو ساختم اینم باید واحدش آ باشه؟ یه سوال، مثلا شما در رابطه با چه میدونم یه پارامتری مثلا میخوای واحد اعلام کنی، به طور مثال مثلا میگه 2 ضرب در x تقسیم بر t، خب x مثلا بگو تو واحدش همون مثلا متره، تی هم مثلا واحدش ثانیه است، خب واحد اینو میخوای اعلام کنی میگی 2 متر بر ثانیه یا میگی متر بر ثانیه؟ متر بر ثانیه میگی دیگه، درسته؟ یعنی هر عددی میبینی رو 1 میذاری تو چک کردن واحد. الان نگاه کن پی مگه یه عدد نیست؟ به جاش 1 بذار، هر جا پی میبینی 1 بذار، پی میبینی 1 بذار. الان واحد اون آه، پس واحد اچ هم باید آ باشه، کدوم گزینه جوابه؟ تموم شد. دیدی چه دیده خفنی بهت دادم؟ باور کن که با فامیلاتون هم میشستی فکر میکردی به همچی چیزی نمیرسیدی. گاهی اوقات تو تستای سخت هندسه، تو تستای سخت فیزیک، گاهی اوقات فقط چک کردن واحد تو رو به جواب میرسونه. تست هندسه سراسری 94 تکنیکش هم این بودش که واحدتو چک کن و هر جا عدد میبینی به جای عددت 1 بذار. حل بچه ها؟ خب سوال بعدی، شما یه دونه تو دما و گرما یه دونه تست داشتید که میگفتش مثلا یه فلزی داریم از یه طرف شروع میکنیم میرسیم به اونور، چقدر اختلاف دما به وجود میاد؟ تست سخت فیزیک نشرالگو. ببین حتی فیزیک هم دیگه دارم واسه حل میکنم با حرفایی که میزنم. فصل صفر اصلا یعنی همین، فصل صفر یعنی مهارت، یعنی نحوه استفاده کردن هوش ریاضی تو همه مسائل. گفته که اگر دمای بالای این جسم T1 باشه، دمای پایین این جسم T2 باشه، دمای این جسم وسطیه چیه؟ تست سخت فیزیک نشرالگو. یعنی من نشرالگو رو باز کردم یه تست فیزیکش رو نوشتم. یه فکری بکنید روش، ببینم خودتون به جواب میرسید. سه. خب دیگه جواب بچه اون کاری که من میگم رو انجام دادید؟ آره حتما. فکر کنید بچه ها، فکر کنید. کیانا چی میگه؟ ملینا و زهره فعالیت ندارید، فعالیتتون کمه. خب بریم. خب ببین من یه گزینه بگم. آقا قبول داری T1 که مثلا فرض کنید من همه شو میخوام بر اساس کلوین حرف بزنم، خب فرض کنید T1 من T بر اساس واحد مثلا کلوینه، حالا بگو همون واحدش T در نظر میگیرم، T2 هم احتمالا واحدش T دیگه، درسته؟ حالا مثلا جفتشون کلوین بگیم، من گرفتم T که مثلا دیدنش راحت تر باشه. خب شریفی گفت هر جا عدد دیدی تو بررسی واحد 1 بذار، تی به علاوه تی میشه چی؟ میشه 4T2، درسته؟ 4T2 گفتم دوباره عدد دیدی 1 بذار، واحد این میشه تی به توان 2، ولی واحدت باید تی باشه. برو گزینه 2، تی به علاوه تی میشه 2T به توان 2 میشه 4T2 تقسیم بر تی، تی رو این 4 رو 1 بذار، تی به توان 2 تقسیم بر تی میشه چی؟ متوجه شدید بچه ها؟ ببین اینا قانون های نانوشته بین رتبه های برتره.
بین بچه های خفن کنکوره، بین بچه های خفن المپیاده، که آقا همچین تکنیکایی رو همیشه استفاده میکردن ازش، ولی هیچ وقت جزوهی کتابی نبوده که ورداری بخونی بگی آها مثلا فلان ایده. درسته؟ خب بریم بعدی بچه ها. تا اینجا چطور بود؟ بله نو کامنت. که چی مثلا چی رو توضیح بدم؟ ببین به جای تی یک بذار تی، به جای تی دو هم بذار تی، میشه دو تی. به توان دو میشه چی؟ تقسیم بره دو میشه دو تی دو. گفتم عدد دیدی بذار یک تو بررسی واحد. خب یه تکنیک دیگه تو حل مسئله بررسی ابعاده. بررسی ابعاد اینه که تو نمیدونی جواب چی میشه، ولی میدونی که بیشتر از یه چیزی میشه، میدونی که کمتر از یه چیزی میشه، میدونی علامت مثبت داره یا منفی داره. الان نگاه کن در این مثلثی که رسم کردم برات، قبول داری که بی ای کوچیکتر از بی سیه؟ یه تست سنجش بود که اومده بود مثلا مقدار بی ای رو حالا به طریقی خاصه بود، بعد یه دوتا گزینه هاش این بودش که از بی سی بیشتره. این چی میگم؟ پس بررسی ابعاد مهم. شما در فصل مثلثات، در معادله مثلثاتی، خب همین امثال، یه عنوانی رو میخونی تحت عنوان معادله مثلثاتی. معادله مثلثاتی میگه که آقا من بر اساس رابطه‌ای که به من میدی، اتحالی که به من میدی، میگه آقا بین سینوس و کوسینوس یا هر نسبت مثلثاتی فلان روابط برقرار هست، من میگم آقا اون ایکسایی رو پیدا کن که این ویژگی رو داره. میفهمی چی میگم؟ خب ببین الان من معادله مثلثاتی بلد نیستم، میخوام این تست رو حل کنم. خوب دقت کنید بچه ها، سینوس به توان دو قبول دارید مثبته؟ هر چیزی به توان دو مثبته، دو برابرش هم مثبته. خب این ور مثبته پس اون ورم، یعنی کوسینوس، کوسینوس مثبت. خب بدون اینکه اصلا حل کنم میگم ببین تو گزینه ها مثلا میگه دو کاپی کا عدد صحیحه، مثلا من صفر میدم، دوست دارم دو کاپی رو از بین ببرم. خب الان دو پی سوم میشه چی؟ میشه 120 درجه، کوسینوسش منفیه، پس این نمیتونه باشه به جرم داشتن چیز بدی که کوسینوس رو منفی میکنه. گزینه دو، 5 پی ششم، 5 پی ششم میشه 150، دوباره کوسینوسش. 3 پی چهارم، 3 پی چهارم میشه چقدر؟ میشه 135 درجه. 135 بازم متوجه شدید بچه ها؟ یعنی خیلی اوقات هوش ریاضی یعنی همین، یعنی که شما یه مهارتی داشته باشی که با یه چیزای بدیهی بتونی به جوابت برسی. بررسی ابعاد حله؟ خب از این صفحه چیزی نیاز دارید بنویسید که انشالله بریم صفحه بعدی. کسی سوالی نداره؟ تغییری ایجاد شد تو دون؟ نه. که چی مثلا؟ چیو؟ ببین آخرش اینطوری بود، گفتیم آقا فهمیدی کوسینوس باید مثبت باشه؟ خب کوسینوس باید مثبت باشه، گفتیم آقا جواب‌های کلیشو بر اساس یه مثلا فرمولی به ما داده، گفتم مثلا کا عدد صحیحه، کا رو صفر میذاری مثلا میشه صفر به اضافه یا منهای دو پی سوم، این میشه یه جوابت. کا رو یک میذاری میشه دو پی منها یا مثبت دو پی سوم، اینم میشه یه جوابت. خب من اومدم کا رو صفر دادم تو همشون که فقط این عدد ثابت آخر بمونه، حالا بعدا انشالله تو معادله مثلثاتی میخونی اینا همشون حکم یه دونه فرمول عمومی دنبال حسابی رو دارن که شروعشون همین سه پی چهارمه و ضریب کا میشه همون قدر نسبتش. خب الان اومدم کا رو صفر دادم، گفتم آقا جمله صفرمش مثلا این شد دو پی سوم، پنج پی ششم، سه پی چهارم، پی سوم. اومدم کوسینوس تک تک اینا رو حساب کردم، دیدم گزینه یک و دو و سه کوسینوسش منفی میشه، ولی حکم و فرض من این بود که کوسینوس هم باید مثبت باشه، پس جوابم شد گزینه چهار. حله؟ خواهش میکنم. آقا تست سراسری ریاضی بود که گفته بود بیشترین مقدار سهمیه فلان فلان میشود، که من ننوشتم اصلا، گفته مقدار کار رو بیابید، مقدار کار رو بیابید.
اصلا سوال رو نگاه کن، اصلا من ننوشتم برابر چی داده بود. سوال ریاضیات دهم و یازدهمتونه دیگه، معادله درجه دوم، بیشترین مقدار میخواستی به دست بیاری، یا میگفتی منفی دلتا تقسیم بر 4a، یا میومدی رأس تو به دست میاری مینداختی تو ضابطت. حالا آقا من کار رو مگه نمیخوام؟ قبول داری وقتی یه سهمی ماکسیموم داشته باشه رو به پایینه، یعنی ضریب x به توان 2 منفیه، یعنی کاه به علاوه 4 منفیه، خب پس کاه باید کوچیکتر از منفی 4 باشه، تنها گزینه گزینه 1. متوجه شدید؟ تست سراسری ریاضی بوده، بدون اینکه حتی حلش کنم به جواب رسیدیم. میدونی اینا رو الان میگم که فردا معلمتو کچل نکنی، آقا من یه روشی پیدا کردم شما نه، آقا من نمیدونم فلان ده. نه آقا جان، همه شو واسه تو بردم، حتی یه سری چیزایی آوردم که خیلی ها نمیدونن، یعنی خیلی از دبیرا هنوز استفاده نمیکنن ازش. خب در مسائل پارامتردار یا باز یک مثال بزنید. ببین فرض کن این مثالی که میزنم و همیشه با این مثال توضیح میدم، میگم ببین فرض کن من میخوام توی یه مدرسه ای خب راجع به دغدغه های دهه 80 ها صحبت کنم، یعنی بدم تحقیق کنم ببینم آقا دغدغه های دهه 80 ها کی میتونه چی میتونه باشه. به نظرتون برم مثلا بچه مثبت کلاسو بیارم بیرون که هیچی نمیگه، همش میگه که آره من علمندوزی و خانواده دوستی و مثلا نماز و اینا رو بگه، یا اینکه برم یه کسی بیارم که حالا با هر اعتقاداتی با هر چیزی حرفشو بزنه. میشی میگم میرم اون کسی رو میارم که دیتای بیشتری داشت به من بده. درسته که همه شما که اینجا هستی جزء جامعه آماری من هستی، ولی من کسی رو انتخاب میکنم که دوست دارم، کسی رو انتخاب میکنم که دیتای بیشتری به من میده. درسته؟ در مسائل پارامتردار یا باز یک مثال بزنید. خب حالا انشالله در آینده این سه تا تکنیک، حالا با یه سری تکنیک های دیگر رو بهتون میگم، امروز احتمالا بهش برسیم. تست سراسری ریاضی 96، سراسری ریاضی 96 این مملکت، تستی که حالا مسابقه محله هم نبوده، قشنگ تست کنکور بوده. گفته باقی مانده عددی بر 3 و 5 به ترتیب 2 و 1 است، گفته باقی مانده مربع آن بر 15 کدام است. فصل نظریه اعداد فصل 1 گسستتون، بعد از اینکه فصل تموم شد شاید بتونی حلش کنی. شاید اونم باقی مانده عددی بر 3 و 5 به ترتیب 2 و 1 است، باقی مانده مربع آن بر 15 کدام است. کیانا چیه میخندی؟ چرا میخند؟ خب گوش کن آقا، از اون جماعتی که باقی مانده شون بر 3 میشه 2، باقی مانده شون بر 5 میشه 1، خب خیلی عدد هست، ولی مثلا یه عددی مثال بزنم که بتونم خودم راجبش حرف بزنم. خوب دقت کن، 14 که شما گفتی بر 5 باقی مانده میشه 4، درسته؟ 2 5 10 تا 4 فکر کن، یه عدد به من بگو که باقی مانده عددی بر 3 بشه 2 بر 5 بشه 1، یه فکری بکن. ببین معمولا با اون عدد بزرگه فکر کن دیگه، مثلا بر میگم با عدد کوچیک‌تر، ببین بر 5 بشه 1 معروف ترین مثلا چیزایی که بر 5 بخش وزیرن چیه؟ 5 10 وایسا 11 آفرین 11 باقی مانده بر 5 1. حالا چک کن ببین بر 3 2 هست؟ بله 2 هست. خب یعنی من از اون جماعتی که همچین ویژگی رو دارن نیومدم ضابطش رو نظریه اعدادی بنویسم، گفتم آقا من یه دونه از اون جمع گل سرسودشون رو میکشم بیرون که دیتاشو خیلی راحت میتونم به دست بیارم. حالا گفته باقی مانده مربع آن بر 15، مربع 11 به توان 2 میشه چی؟ تقسیم بر 15. تقسیم بر 15 میخوای بکنی؟ میگی آقا 8 تا 5 تا میشه 40 تا 120 تا، باقی ماندهش میشه؟ تمام. متوجه شدی؟ این سوال نظریه اعداد بودا، سوال نظریه اعداد سراسری ریاضی 96. حله؟ پس من تو مسائل پارامتر دار دوست دارم اون چیزی رو بکشم بیرون، یا جایی که فکر میکنم یه سری چیزی رو میتونم بکشم بیرون که به دردم میخوره،
که دیتای بیشتری در اختیارم قرار بده. حالا بریم مثال بعدی رو حل کنیم. قبلش من میخوام یه حرفی بهتون بزنم. مثال بالا سمت چپ رو میخوایم حل کنیم. بچه ها به این حرفی که من میگم گوش کنید کامل. اینا همش مهارت‌های ریاضی. خوب گوش کنید بچه ها به این حرفی که میخوام بزنم. ساعت چنده؟ خب 8:47 دقیقه است. ما این دوتا مثال رو احتمال حل کنیم و تا سر ستایی فیثاغورسی یا نکته لاشخور. خب گوش کن آقا جان، من فرض کنید شما رو خب میگم که آقا اون کسایی که مثلا تعداد فالوئراشون بالای 100 تا هستش برن بیرون. خب بعد میام بیرون، میتونم مثلا به قیافه تو گیر بدم، مثلا بگم آقا چرا ناخوناتو کاشتی، یا مثلا میتونم به تعداد فالوینگات گیر بدم؟ نه، جدا سازی من بر اساس فالوئرا بوده. ببین مثلا شما میگی در زوزنقه فلان، زوزنقه ویژگیش چیه؟ یه چارزلیه که زل بالا و پایینش قاعده هاش با هم برابرن، موازیان، درسته؟ خب اگر من بگه در سوالی در زوزنقه فلان، میتونم زوزنقم رو مربع در نظر بگیرم به نظرتون؟ چرا نتونم؟ ببین دقیقا میشه همون مثال من میگم که آقا تو مگه ویژگی که گفتی این چهار زلی رو زوزنقه میکنه مگه موازی بودن دوتا زل نیست؟ خب مربع هم دوتا زلش موازیه. حالا فدا سرت که یه سری ویژگی اضافه تر داره. حالا فالوینگش چقدره؟ نمیدونم بیوش چیه؟ متوجه چی میگم؟ ببین این دیدگاهیه که تا حالا هیچ وقت بهش دقت نکرده بودید و هیچ وقت هم بهش نمیرسیدید اگر نمیشنیدیدش. یعنی چی آقا؟ یعنی که آقا من اشکال رو میتونم به جای همدیگه استفاده کنم. مثلا در شکلی به من میگه در مستطیل فلان، میتونم مربع بگیرمش. چرا؟ آقا مگه مستطیل این نیستش که دو به دو موازی باشن، 90 داشته باشه، برابر باشن رو به رو؟ میگم چرا. خب بیا مربع دو تا برابر دو تا موازی، دو تا برابر دو تا موازی، 4 تا 90. حالا فدا سرت که 4 تا زلش هم برابره. تو اون چیزی که به من گفتی رو من برآورده کردم. حالا چیزای اضافه تری که دارم من به تو ربطی نداره. در زوزنقه ساخها 3 قسمت شدند، مساحت M N P Q چه کسری از کل شکل است؟ مربع میگیرمش، 3 تیکش میکنم، مساحت این نسبت به کل چی میشه؟ تمام. متوجه شدی؟ بله؟ حالا انشاءالله کاربردش رو میبینید. جان؟ بله؟ ببین یه لحظه وایسا، ما شکلای خاصی نه غیر منطقی نیست. الان تو تست سراسری من 3 تا تست داخل 99 با همین ده حل میکنم. خب 99 رو ببین، تا زمانی که به شرایط و فرضیات مسئله آسیبی نرسه، خب تو میتونی هر کاری دلت بخواد انجام بدی. من یه نکته به یاد بچه ها میدم به اسم فاصله صفر. خب میگم ببین در امتداد این خط، در امتداد این خط مثلا تا اینجا رو بگیر، گفته در امتداد این خط نقطه ای را در نظر میگیریم. اون نقطه میتونه در فاصله 5 سانتیش باشه، 1 متریش باشه، 1 کیلومتریش باشه، یا 1/1000 باشه، مثلا 1/1000 باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه پاره خطی که دارم، خب فرض کن مثلا میام نقطه‌مو اینجا میگیرم، خیلی نزدیک میگیرم، انقدری نزدیک به اون میگیرم، مگه نگفته نقطه ای دلخواه در امتداد این پاره خط؟ انقدری نزدیک میگیرم که عملا رو خود نقطه در بیاد. خب چه ویژگی داره زوزنقه که مربع نداره؟ چیه؟ زاویه ها جزء خاصیت های زوزنقه نیست. زاویه ها تو زوزنقه میگه آقا این به علاوه این میشه 180. خب یه چیز چه چیز دیگه ای میگه؟ میگه آقا این به علاوه این میشه 180. چیز دیگه ای میگه زاویه هاش؟ کجای مثلا زوزنقه به شما گفتن که زاویه هاش با هم برابر نیست؟ یه سوال، اصلا مگه ما زوزنقه قائم و زاویه نداریم؟ دو تا 90 داره. مگه ما زوزنقه متساوی و ساقه‌ای نداریم که این و اونش با هم برابره؟ درسته؟ پس این دیدی که بهتون دادم شروع و آغاز خیلی داستاناست.
الان شما تو تابستون دارید یه چیزی از من میشنوید، ولی مطمئن باشید وقتی استفادهش کنید طول سال تازه میفهمید چه چیزی یادتون دادم. حالا امروز انشالله آخر جلسه تو سراسری ریاضی داخل 99 و خارج 99 استفاده میکنیم. حله؟ خب سراسری ریاضی 88 به جرأت، به جرأت اگر 5 تا تست سخت هندسه سراسری رو جدا کنیم، به جرأت اینو دارم بهتون میگم، یکی از اون تستای سخت میشه این، یکی از اون تستای سخت میشه این. در مثلثی که زاویه آ دو برابر زاویه بی می باشد، کدام رابطه بین طول اضلاع برابر برقرار است؟ خط اضافه میخواد، دو تا تشابه میخواد، دو تا تشابه میخواد، رابطه تشابه رو یه ترکیب در صورت باید بزنی، بعدش که ساده شد یه تفضیل در مخرج بزنی تا به جواب برسی. روشش اینه. خب روشش اینه، روش عادیش اینه. ولی من اینکه تو اومدم واسه تیتر جدا کردم در مسائل پارامتر دار یک مثال بزن، میای اینجوری بهش فکر میکنی، میگه آقا جان مگه نگفته در تمام مثلث هایی که آ دو برابر بی می باشد یه اتحادی برقرار، اون اتحاده رو به من بگو، مگه اینو به من نگفته؟ یه مثلث معروفی که شما میشناسید یه زاویه دو برابر زاویه اون یکیش چیه؟ قائم زاویه‌ای که نه دقت کنید، یه زاویه دو برابر اون یکی زاویه است، مثلث معروفیه تو قائم زاویه 30 60 90 درسته؟ فرض کن اینجا 30ه اینجا 60ه. خب حالا مگه نگفته که زاویه آ دو برابر بیه، پس اینو میگیرم، اینو میگیرم، پس این میشه 30. آقا من فرض کن میدونم که ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتره، وترمو میگیرم 2 که نصفش بشه، که رادیکال 3 دومش بشه رادیکال 3. خب این دوه روبرو به چه زاویه ایه؟ سیه، پس اسمش میشه زل سی. این رادیکال سه روبرو به چه زاویه ایه؟ آ، پس اسمش میشه آ. این یکه روبرو به چه زاویه ایه؟ بی، اسمش میشه بی. جایگذاری کن ببین کدوم گزینه میشه. آ به توان دو یعنی سه میشه دو ضرب در یک؟ نه. بی به توان دو یعنی این به توان دو میشه حاصل ضرب این دوتا؟ نه. آ به توان دو یعنی رادیکال سه به توان دو میشه سه. منهای بی به توان دو که میشه یک، میشه دو واحد، میشه بی ضرب در سی. حله؟ متوجه شدید بچه ها؟ امیدوارم که براتون جا افتاده باشه که ما برای اینکه از پس کنکورهای سختی مثل 1400 بر بیایم، خیلی نیاز داریم که همچنان مهارت هامون رو افزایش بدیم. خیلی کار داریم تا هنوز یه سری از دیدهایی که راجع به مباحث متفاوت داریم اصلاح بشه. خب میرسیم انشالله. شما الان این اصلا در حد شما نیست، اصلا نه اینکه بگم حد شما کما، در حد چیزهایی که بهتون یاد دادن تا الان نیست و تا آخر دبیرستان هم بهتون نمیگن، ولی فقط یه چیزی تو ذهنت باشه، نمیخوام ازش استفاده کنی. من در یه سری یه مسئله بود، یکی از بچه‌ها واسم فرستاده بود، بعد یه دایره‌ای کشیده بود، خب یه دایره‌ای کشیده بود، بعد عرضم به حضورت من دایره رو مربع فرض کردم. یه خورده فکر کنید روش. ببین دایره نه، اصلا شما از این یه دونه ایده استفاده نکنید، چون خیلی حالت‌های خاصی داره که باید در نظر بگیرید، لطفا ازش استفاده نکنید. ببین حرفی که میزنم رو دقت کن. خب بذار همینجا میکشم. ببین یه سوال، آقا جان دایره، اصلا تعریف دایره رو میدونی چیه؟ دایره گفتیم مکان هندسی نقاطیه که از یک نقطه ثابت به فاصله ثابته که برابر شعاع، درسته؟ حالا اگر بری تو برش دایره، خب یه انزلی منتظمی بوده که از بی شمار زل تشکیل شده. متوجه شدی؟ یعنی بی شمار نقطه ای هستش که انزلی منتظم هستن، با هم دیگه تشکیل دایره رو دادن. حالا خیلی ریزه، حالا من اینقدر میام نقاط رو کم فرض میکنم میرسونمش به مربع، ولی شما از این یه دونه ایده استفاده نکنید لطفاً.